به نظر شما کدام گزینه در جذاب نشدن بازی جمعه استقلال پرسپولیس بیشترین نقش را داشت؟ 1. بازیکنان. 2. تماشاگران. 3. مربیان. شما می توانید عدد مربوط به گزینه مورد نظرتان را از طریق هر حال ممکنه در یک فصلی یک بازی خوب انجام بشه، یک بازی بدی انجام بشه. این اولین داربی نبوده تو دنیا، اصلا اولین مسابقه فوتبالی نبوده که دو تا تیمی که معمولا ممکنه در مقابل هم بازیاشون خیلی تماشایی باشه یه بارم جالب نباشه. این بسیار طبیعی هست و در عالم فوتبال بسیار اتفاق میفته. اما چنین برخورد تندی با این مسابقه و انتقادهای تندی از بد بودن کیفیت این مسابقه به نظر من یه جورایی بوی حب و بغض ازش میاد. خیلی کم افت و خیز، کسل کننده، با یه نتیجه‌ای که شاید فقط دو تا تیم راضی شدن، همین که نباختن شاید بهترین نتیجه بود براشون، وگرنه چیز دیگه‌ای برای اظهار نظرهایی که از مفسرین دائمی تلویزیون شنیدم، آقای یوسفی بود، آقای فنایی، آقای حاج رضایی، آقای فردوسی پور، خدمت شما عرض کنم اینا همه صحبت کردن. بعد از بازی هم دیدم آقای مایلی کوهن هم که معمولا در چنین فضاهایی که ایجاد میشه صحبتهای جالبی میکنه، ایشون هم اظهار نظر کرده بود. اما آقای حاج رضایی خیلی صحبت جالبی دارن. ایشان میگویند که اگر ال کلاسیکو، یعنی بازی رئال مادرید و بارسلونای اسپانیا، میگه اگر ال کلاسیکو فوتبال بود، برای داربی 75 ما بایستی نام دیگری پیدا بکنیم. ایشان میافزایند که به خصوص همزمانی آن، یعنی همزمانی داربی با ال کلاسیکو، انسان را به تفکر وامی دارد. آقای حاج رضایی عزیز، آخه این چه قیاسی است که شما میفرمایید؟ اتفاقا نمیخواد اسم دیگه پیدا بکنید. این ال کلاسیکو فوتبال است، این داربی 75 هم فوتباله، هیچ اسم دیگری هم ندارد. منتها ال کلاسیکو فوتبال کشور اسپانیاست، داربی استقلال پرسپولیس فوتبال از نوع جمهوری اسلامی است. توپ بازی شبیه همه، قوانین بازی شبیه همه، بازیکنان هم همون تعدادن، هر کی در حد توان خودش این تلاش رو میکنه، اتفاقا خیلی شبیه همه، یعنی اصلا مثل همه. اون چه که متفاوته اتفاقا خارج از این زمینه، چرا که خارج از زمین هیچ چیزشون دیگه به هم شبیه نیست. من نمیگم ال کلاسیکو از نظر فیدنده داربی استقلال پرسپولیس، اما از نظر ظاهر کار یه کار انجام میدن شبیه همه. اون تفاوت ها مال خارج از زمینه که هیچ شباهتی به هم دیگه ندارن. از حوصله بحث من خارجه، اما همینقدر خدمتون عرض بکنم که اون چیزها هست که هیچ شباهتی به هم دیگه ندارن. اصلا آقای حاج رضایی عزیز، مقایسه ال کلاسیکو یا پریمیر لیگ انگلیس با لیگ برتر فوتبال ایران، آخه این چه مقایسه است عزیز من؟ فاصله یک اقیانوس در همه زمینه هاش. به نظر من ما برای اینکه پیشرفت بکنیم خوبه که ابتدا با کسانی که شبیه ما هستند خودمون رو مقایسه بکنیم. مثلا به فرض بیایم با فوتبال بنگلادش، همین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، نمیدونم تایلند، اندونزی، آخه اینی که تلویزیون جمهوری اسلامی ال کلاسیکو رو نشون میده دلیل این نیست که ما ال کلاسیکویی شدیم. ما بیایم ببینیم مثلا فرایند کار باشگاهداری اینای ما، ال کلاسیکو رو فراموش کنید، آیا مثلا در مقایسه با اندونزی چجوری هستیم ما؟
در مقایسه مثلا با تایلند چجوری هستیم ما؟ ژاپن و کره و اینا که بذاریم کنار، این جوری بزرگ حرف زدن و در واقع به نوعی، حالا نمیخوام بگم شما قصد عوام فریبی داشتید، اما این جوری حرف زدن ما رو به جایی نمیرسونه. درست مثل این که حالا ال کلاسیکو رو تلویزیون پخش میکنه، ما فکر کنیم ال کلاسیکویی شده فوتبال ما، یا این که مثلا 40 سال پیش تلویزیون نشون داد این خدا بیامرز آرمسترانگ که فوت کرد اولین کسی بود که قدم به کره ماه گذاشت، ما بیاییم و 40 سال پیش اون رفته، حالا ما نمیدونم یه ماهواره چیزی هوا کردیم، کسی که فیلمی چیزی نشون نداد همین گفتن کردیم، و هی بگیم ما در هوا فضا ال شدیم و بل شدیم، و این همون مقایسه است که مقایسه جالبی نیست. در ال کلاسیکوی جمهوری اسلامی تماشاگران هر چی دم دستشون بود ریختن تو زمین، و جالبه که هنوز که هنوزه علی کریمی و مثلا مهدوی کیا میرن جلو تماشاگرهای پرسپولیس که آقا نریزین این چیزا رو سر بازیکنان استقلال، و مثلا رحمتی و اینا میرن با تماشاگران استقلال حرف میزنن که شما نریزید. منتها خیلی صحنه جالب بود، نمیدونم حالا فیلمشو داشته باشیم یا نه، خیلی جالب بود. اینقدر عادی شده این کارها متاسفانه در ال کلاسیکوهای جمهوری اسلامی که همه بازیکنان میخندن، داور خیلی حرکاتش بامزه است، میره یه نگاه میکنه میگه دیگه خطری نیست، وقت رو نگاه میکنه شروع میکنه، میاد دم خط با یکی حرف میزنه، باران این چیزا میاد تو سر یکی، هم خورد نخورد همه هم میخندن و میگذره دیگه. از اون بامزه تر حرفای آقای حسنزاده است، فکر میکنم اسمش، رئیس کمیته انضباطی، این اومده بعد از مسابقات هم چی میکنه؟ نباید این اتفاق می افتاد. ما یک جلسه ای کردیم با لیدرهای هر دو تیم. لیدر همونا باجخورای تیم ها هستن که میان باجی می گیرن، پولی می گیرن و میخوان حرکت این 80,000 نفر داخل استادیوم رو کنترل کنن. شعارهای دفعه شعارهای بدی نشه، همون شعارهای در حد توپ تاک فشفشه و اینا باقی بمونه. ایشون میگه ما با اینا جلسه کردیم، اینا قول دادن که نذارن آب از خواب روی سکوها تکان بخورن، و در عوض ما هم بهشون گفتیم که اگر این اتفاق بیفته ما برای شما جایزه گذاشتیم. شما نگاه کنید، امنیت یک استادیوم دست وابسته به 4 تا لیدری است که از سوی کمیته انضباطی بهشون قول جایزه داده شده که اگه اتفاقی نیفتاد بهشون جایزه بدن. آخه مسخره تر از این روابط هم میشود؟ اما این فیلم فارسی ورزش ادامه پیدا میکنه. امیدوار هستیم که از این صحنه سکوی دیگه منتقل نشه و کلا اصلا به حداقل برسه اینجور اتفاقات، که تماشاگران خوب کشور ما در ورزشگاه مختلف بتونن بازی های فوتبال رو خیلی خوب و با آرامش تماشا بکنن. 67 دقیقه زمان مسابقه سپری شد. فابیو جانواریو میخواد زاویه کرنر بده، گوجه فرنگی رو چیزی پرت کردن با اون سنگا. در طول این داربی شاید اغراق نگم بیش از 10 بار این گزارشگر بازی به رخ ما کشید که آی بیایید و ببینید تصویر زیبایی، نمای زیبایی از ورزشگاه آزادی رو به شما نمایش میدن، و پشت سر هم از همکاران زحمت کشش که یقین مجانی مثل ما کار میکنن و اینا تشکر. علی حمودی، پژمان منتظری، حنیف عمرانزاده، امیرحسین صادقی، هاشم بیگزاده، جواد نکونام، فریدون زندی، فابیو جانواریو، اکبرپور و برهانی هم دیگر بازیکنان تیم فوتبال استقلال رو برای این مسابقه تشکیل میدن. نمای بسیار زیبا از ورزشگاه آزادی رو هم دیدید که تقدیم شما علاقمندان به فوتبال شد. از دوستانمون در بخش فنی سازمان بسیار سپاسگزار هستیم که این تصاویر بسیار زیبا رو تقدیم شما علاقمندان به فوتبال کردن. نمایی که تقریباً شد اولین بار بود از ورزشگاه آزادی تهران تقدیم شما علاقمندان به فوتبال. در طول بازی چند بار این تصاویر رو تکرار کرد. وقتی به تصویر دقت کردم دیدم این تصویر تصویر زنده نیست، یعنی اینا رو قبل از شروع مسابقه این دوربینه پا شده، یه چند تا
تصویر گرفته و در پخش زنده هی از این استفاده میکنن. اگر به تصویر دقت بفرمایید کاملا مشخصه. اینجا دوربین میاد از بیرون استادیوم وارد میشه، بازی در جریانه و وقتی تصویر دوربین میاد روی زمین میبینید که هیچکی تو زمین نیست، یعنی بازی در جریان نیست. من نمیدونم که این تصویر چه ارزشی رو داره در اون لحظه زمانی خاص. بایم نمایی زیبا هم از ورزشگاه آزادی تهران. جدا از دوستانمون در بخش فنی سازمان بسیار سپاسگزار باشیم به خاطر این گرفتن این تصاویر بسیار زیبا. نمایی کاملا بالا و دوستانمون در بخش فنی مشهد که این تصاویر رو تهیه کرد. یه نکته جالب اول خدمتتون بگم، یه جور دیدم آقای استیلی صحبت کرد، یه جور دیدم آقای حاج رضایی صحبت کرد، آقای یوسفی فکر کنم صحبت کرد، حالا پخشش بکنیم. ما بالاخره نفهمیدیم از نظر این دوستان نیمه اول بازی بهتر بوده یا نیمه دوم بازی. در سطحی که نیمه اول انتظارات رو ایجاد کرد نبود، خیلی کم افت و خیز، کسل کننده. شما دماغ ندارم که راجع به نیمه اول هم صحبت کنم. بفرمایید آقای استیلی. خواهش میکنم. خب در رابطه با نیمه اول بازی به مراتب بهتر. واقعا بازیش فکر کنم ملال‌آور بود. یک کمی آقای فردوسی نسبت به نیمه اول بهتر بود. جالب اینه مسئول داورا یا یکی از داورای پیشکسوت که جزء باز سرقفلی ها رو داره در تلویزیون در صحبتی که میکنه میگوید که این آقای ترکی همچین داوری شما نمیتونیم بررسی بکنیم، داور ما موقعی بررسی میکنیم که به چاله کشیده بشه یا اینکه داور موقعی میتونیم بررسی بکنیم محکش بزنیم که توی چاه بیفته. وضعیت مسابقه و نوع مسابقه بود که در واقع همچی که آقای حاج رضایی اشاره کردن داور به چاله نکشیده شد، به تو چاه نیفتاد، مشکلات به وجود نیامد و حقم نداریم از فردا بگیم خیلی عالی قضاوت کردن چون چیزی نبود. ما ارزیابی و ارزشیابی و آنالیز داوری رو زمانی باید بکنیم که داور رو به محک آزمایش بذاریم، ببینیم که چه حده، آیا تو محوط جریمه تو تصمیماتش تونسته خوب فکر بکنه. من اعتقاد دارم که هیچی نبود انصافا. منظورش اینه که مشکلاتی در کار داوری. آقا والا بازنشستگی هم یکی از بخش‌های کاره. آخه این چه ادبیاتیه. اما از همه بامزه‌تر طبق معمول آقای رویانیانه. ما میخوایم حرف این آقای رویانیان نزنیم. ماشاءالله ستاره اول فیلم فارسی ورزش ما شده. میگه بازیکنان ما 70% از توقعات ما رو برآورده کردن. بی انصاف غلط نمیگه 70% از توقعات مربی رو، میگه ما. شما چه کاری که توقعات تو رو فوتبالیستا انجام دادن یا نه؟ بعد درصدش رو کجا فهمیدی؟ 70%. چون آماری باید صحبت کنی. بعد میگه بازیکنان ما رو یه عده تمرکزشون رو به هم زده بودن. من با تک تک این بازیکنان صحبت کردم، تمرکزشون رو برگردوندم. ایشون دکتر روانشناس هم هست. بعد پا رو از این هم فراتر میگذارد، میگه ما باید 3 گل میزدیم به استقلال و این سنگایی که مردم پرتاب کردن طرفدارا این به خاطر این بود که سرعت تیم ما رو بگیرن. تو اون فیلم فارسیه مثال من یه مورد دیگه هم بگم و این بحث داربی رو ببندی. آقای مایلی کوهن میگوید که آقای رویانیان نه تنها فوتبال بلد نیست بلکه در کمیته سوخت هم که مسئولشه اونجا هم کار درستی رو انجام نداده و با یه سری عدد و رقمی که آورده که اونا مورد بحث من نیست سعی کرده تلاش کرده ثابت کنه که آقای رویانیان سوختن بلد نیست. آقای مایلی کوهن در ادامه صحبتهاش دلیل این عقب افتادگی های ورزشی ما رو نبودن انسانهایی چون خودش میدونه که رگ و پیشون با فوتبال بوده از سالهای سال. قطعا محمد مایلی کوهن از محمد رویانیان به درد فوتبال خیلی بیشتر میخوره، اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی فوتبالی تره
و خیلی مناسبتر. اما آقای مایلی کن، باور کن، شما گفتی امثال شما رو هیچ وقت نمیذارن مربی پرسپولیس. من نمیدونم چرا نمیذارم، اما باور کن اگه شما هم بیایی تغییر چندانی ایجاد نمیشه. مشکل نگاهه. شما در ورزش تا نگاهت زنون مردونه است، تا موقعی که بانوان رو به استادیوم راه نمیدی، تا موقعی که از چند تا مدال بچه های اولمپیکی استفاده ابزاری برای شغل و مقام و موقعیت خودت میکنی، تا موقعی که خانواده ها به طور عمومی در ورزش حضور ندارند، و تا موقعی که عدالت در زمینه‌های مختلف ورزش از فدراسیون‌هایی که الان معلق شدن، باشگاه‌هایی که یا منحل شدند یا به شکل بسیار بدی آمدن و زیر نظر دولت نفس‌های آخر رو می‌کشند، حضور شما والا فرگوسن هم که بیارید هیچ اتفاقی نمی‌افته. کما اینکه من از روز اول گفتم مشکل فوتبال ایران با کارلوس کیروش حل نمیشه. 10 تا کارلوس کیروش هم بیارید، این تیم فوتبال ایران همینه که هست. انقدرم اوضاع متاسفانه بد است که حتی در دیدار با لبنان من نمیدونم چه اتفاقی بیفته. این نگاه مشکل اصلی ما ها هست. این ورزش ما همون فیلم فارسی است که همه بالاخره باش دارن جلو تماشا میکنن و متأثر میشن، خوشحال میشن، راهشو میره. اگه بخواید عوضش بکنید، اگر بخواید فیلم هایی رو بسازید که از اون قالب فیلم فارسی در بیاد و در مجامع بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشه، نیاز به پناهی ها هست. اونها رو هم که خیلی وقته کنار گذاشتی. متاسفانه یه مشکلاتی توی فوتبال واسه من به وجود اومده بود که حالا داخل فوتبال نبود، از سال 88 حالا اتفاقاتی که شاید خیلی از مردم میدونن و خود منم منکرش نمیشم توی زندگی شخصی که این اتفاق افتاد و تونش هم پس دادم، یعنی خودم پشیمونم، اصرار پشیمونی کردم و تونش هم فکر میکنم خیلی بیشتر از اون چیزی که قرار بود پس بدم پس دادم. من 2 سال لیگ برتر کنار گذاشته شدم، بازی نتونستم بکنم، پول باشگامو نتونستم بگیرم. متاسفانه کسی نبود که کمکم کنه، یعنی فکر میکنم همه مشکلات فوتبال ایران جمع شده توی علیرضا نیکبخت. من نهایت 4 سال دیگه بتونم فوتبال بازی کنم، ولی با این حرفایی که زده میشه، با این کنار گذاشتنایی که میشه، من قرار دادم و بستم با تیم گهریوی، هفته سوم نامه‌ای به سازمان لیگ زده میشه که من نمیتونم بازی کنم و فکر میکنم یه ذره بی‌انصافی داره میشه در حق من. گذشته گذشته، ما نمیتونیم کسی رو گذشتش محکوم کنیم. گذشته من گذشته، ولی مشکل فوتبال ایران من نیستم، مطمئن باشید که من الان 3 ساله 4 ساله از حالا بهترین تیم استقلال پرسپولیس دور موندم، رفتم حالا تیمای بازی کردم که حالا خیلی تجربه کسب کردم، خیلی در کنار مربیاش راحت بودم، ولی جو شاید مثلا جایگاه من اونجا ها نبوده. 57 شما؟ من 60م. 60ی؟ آخر ریشات سفید شده شما کامل؟ این 3 ساله سفید شده، بله، ولی میگم این فوتبال با من خیلی فکر میکنم سر ناسازگاری گذاشت. اونم بازم همین از همین تریبون اعلام میکنم همش مقصر خودم بوده. فکر میکنم اگر بتونن این چیزها رو فراموش کنن، بعضی از مسئولین فراموش کنن که این اتفاق افتاده واسه عرض نیکبخت ها افتاده و میفته بازم، بیایم کمک کنیم، نه نابود کنیم یه بازی کنیم. ببخشید از ستاد منشور بوده دی؟ نه از منشور اخلاقی هم نبوده، از خارج از بعد ورزش بوده. بله خارج از بعد فوتبال بود و ورزش بود. به هر حال هر کسی اشتباه میکنه، شاید خود نیکبخت به خاطر اشتباهات بسیار زیادی که در زندگیش انجام داده از همه بیشتر ضربه خورده. به هر حال چون به خاطر عید سعید فطران فکر کنم مسئولان عزیز یه کمکی بکنن که به هر حال این همه تنها مشکل فوتبال ما هم وجود گفت نیکبخت خیلی دیگه هم اصلا مشکل دارن، ولی خب دیده نمیشن. به حال کسی بهشون به این شکلی که به نیکبخت در واقع توجه کردن توجه نکردن، به حال یکم بهش کمک کنم فکر میکنم در این ایام کاملا مناسب باشه. گفتن که به خاطر
عید سعید فطر نیکبخت رو ببخشید. شما لطفا اول بگید که نیکبخت چه کار کرده که ببخشنش. کار سیاسی که قطعا نکرده، چون اگه کرده بود که دیگه شما تو برنامه نمیوردیش. و ضمناً اشاره کردید که این کارهایی که نیکبخت کرده خیلی ها دارن میکنن، منتها مال نیکبخت رو خیلی روش زوم کردن و اذیتش کردن. خب اگه نیکبخت جرمی انجام داده، خب اینو اعلام بفرمایید، بگیدم مجازاتش چیه که اونم تحمل کنه و بعد برگرده به فوتبالش و نیاز به بخشش نباشه. اگرم کار خاصی نکرده، از همون کارهایی کرده که میلیون ها نفر الان دارن میکنن و یکی باش لج و لجبازی چیزی داره که اونجا خیلی این داستان رسمه که دیگه درخواست بخشش نداره، دیگه اون آقای لج و لجبازی کن باید بیاد و مشکل نیکبخت رو حل بکنه. اما اونجوری که میگن ظاهرا مثلا تو پارتی بوده، مهمونی بوده، از همین داستانهای مال قرن 14 یا 15، نه قرن 21. من یه سوال از شما دارم آقای مثلا رویانیان یا آقای فدراسیون یا اون آقای لجباز با علیرضا واحدی نیکبخت. شما 1,000,000 دلار پول بدی به یه جوون خوشتیپ 26-27 ساله ایرانی زبل و ورزشکار و معروف، یه ماشین پورش هم بدی سوار شه، بعد توقع داری این مثلا شب جمعه بره دعای کمه. حالا این وسط نیکبخت به نظر بچه ساده و صادقی میاد، نشون میده اهل این ادابازی هم نیست که نمیدونم ابروشو برداره جل بزنه 1,000,000 دلار تو حسابش داشته باشه پشت سوار شه اینا، گلم میزنه پیرنشو بزنه بالا روش بنویسه نمیدونم یا زهرا مصاحبم که باش میکنه میگه من تمام موفقیت هامو مدیون اهل بیت و اینا هستم، نمیخوام گناه کسی رو بشورم، ولی همه ما میدونیم که 90% اینا فقط در حد شعاره. نیکبخته واحدی من امیدوارم که بیش از این بهش ظلم نشود. من اصلا نه تقاضای بخشش دارم براش، کاری کرده بیاید بگید. یه چهره ملی معروفی است، اگرم نکرده به قول خودش میگه 3 سال منو زندگیمو حروم کردن، اونم برای کارهایی که به گفته آقای فردوسی پور خیلی انجام دادن. خب چرا باش لج و لجبازی میکنی؟ چرا حتما به خاطر اینکه کار فرهنگی انجام نداده رو پیرنش ننوشته نمیدونم یا زهرا؟ چون شما کار فرهنگی دیگه ای که ما ندیدیم رو کنید که در همین حده. یه جلسه بگیرید و هم فیلم بردارم بیاد و مثلا سینه بزنن و اونه که اهلشن، و حتما هم فیلم بردار بیاد، حتما هم یه کاری بکنن تو بخش خبری نشون داده بشه اینا متدینین امروز ما هستند. خیلی عوض شده. یکی از دوستان به شوخی اوائل میگفت قدیم ملت نمازشون رو تو خونه میخوندن، مشروبشون رو بیرون میخوردن، حالا برعکس شد. اما من امیدوارم که این فیلم فارسیه از این دیگه بدتر نشه. این بر نخوره خدای نکرده به هنرپیشگان فیلم فارسی. اینو من به عنوان یک کلام مصطلحی در جامعه امروز ایران میگویم. یک کلامی شدم از ابراهیم قاسم پور، یعنی این فیلم فارسیه دیگه بد جوری سنگ میندازن و داد میزنن و فوشه و همه چی توش بود. این یکی رو دیگه ندیده بودم که مثلا دوتا ورزشکار قدیمی همشهری هر دو مثلا مربی تیم مثل کرمان باشن، ابراهیم قاسم پور بیاد ازش بپرسن که مظلومی چیکار میکنه، بگه مظلومی هم آره کرمونی ها رو تیر میکنه که به من بد بگن، نمیدونم اسمس های ناجور تهدیدآمیز میفرسته اینا، بعد مثلا خبرنگار بگه ولی مثل که سکوهای تماشاگران کرمانی مظلومی رو بیشتر دوست دارن، برگرده آقای قاسم پور بگه که خب برای اینکه ایشون از من خوشگلتره، موهاش از من پرپشتره، کنایه بزنه به اینکه مثلا مظلومی کلاگیس داره و اینا، حیفه که کار ما از اینم
ابراهیم قاسمپور بعد از سپری کردن هفته های سخت نخست که اسم پرویز مظلومی رو روی سکوها میشنید کم کم داره بانمکم میشه. مردم کرمانشون خوشگلتر از من بیشتر دوستش دارن. موهاش پرتر از مردم کرمانشون خوشگلتر از من بیشتر دوستش دارن. موهاش پرتر از بتونه یه دختر استرالیایی رو نشونتون دادم که با یه حرکت ریتمیک رقصی که قبل از شروع مسابقش داشت اون تیکه شد شماره یک کلیک کردنهای روی یوتیوب. جامعه آزاد میاد از این پدیده از این جوون استفاده میکنه برای اینکه نوجوانهای این کشور رو به ورزش بیشتر علاقه مند بکنه. المپیکی ها رو فراموششون نکنیم. آبروی ورزش ما با کارهای کشتی آزاد و فرنگی و وزنه برداری و تکمدال حدادی مقداری احیا شده. فیلم فارسی رو هم اگر میسازیم بریم از پناهی ها خواهش کنیم که بیایند و بسازند و الا ال کلاسیکو رو فراموش کنید. بچسبید به ال کلاسیکوی جمهوری اسلامی.